سلام به همگی، ظهرتون بخیر. مرسی که ما رو امروز جوین کردین واسه اینکه اینفورمیشن بیشتری بگین راجع به الیکشن امسال و کلا اینکه چطور میتونین کاندیدیت بشین که تیم ما رو جوین بکنین. So probably کسی که orientation session اومدن میدونم راجع ما تحدی، واسه من اونقدر نمیخوام طول بدم که مثلا ما چه گروهی هستیم، فقط یه basic overview سریع میگم که اگه کسی نمیدونه در جریان باشین. ما یه گروه دانشجویی هستیم، Iranian Association at the University of Toronto، که اهدافمون داشتن ایونت های اکادمیک هست، مثل خیلی از ایونت هایی که جمعنیم فارسی سکول، دنتال سکول، سمینار، کارگاه تندخانی، الومنای تاکس، منتورشیپ پروگرام داریم. اینا ایونت هایی هستن که امسال داشتیم specifically. از بس سوشال ایونتس مثل ورکاوت سیشن، گیم نایت، مهزومی، دانس کلاس ایرانی، اینا بعضی از سوشال ایونتس همون هستن. و کالچرال ایونتس که خب هر ساله بزرگترین ایونت همون و قسمتی از بزرگترین ایونت همون هستن، یلدا ایونتمون و ایونت نوروز امسالمون بود. و خب این گل های ما هست که این نیدار واسه یونیورسیتی ستودنت هایی که یوافتی هستن پروواید بکنیم این ایونت ها رو واسه شون که و که خب فولفیل کنه همه این چیزها رو. و آلسو این که یه چیز مهم دیگه که بعد منشون کنه که ما اسوسییشنمون نان ریلیجیس و نان پارتیزن و نان پولیتیکال هست. سو این از این. اما I'm going to get more into the process election و candidacy چون دیگه تا این حد و به خیلیتون آشنایین با ما و میدونین و خیلیتون ایونت هامون اومدین واسه همین زیاد طول نمیدم. اما حتما اگه سوالی داشتین بعدش حتما میتونین بپرسین یا آره یعنی راحت باشین. اوکی سو ما UTIRAN Associationش از kind of دو بخش درست شده. یکی Board of Directors هست که گروه اصلی Directors رو تشکیل میده، واسهش election داریم هر ساله، و یکی گروه Executives هست که حالا من اونو بعدن روش expand میکنم. Board of Directors گروهی که گفتم روش election انجام میشه هر ساله و election این به زودی هست و خب این بیشتر واسه election Board of Directors هست. کسانی که میتونن ران بکنن واسه بورد آف دایرکتورز باید یوافتی افیلیتد باشن که which means undergraduate, graduate student, alumni, staff, faculty. و ما 7 پوزیشن داریم. پرزیدنت که خب من پرزیدنت امسال بودم، کار من این بود که بیشتر همه چی اوورلوک کنم، میتینگ ها رو ران کنم، اگه کانفلیکتی هست ریزالو کنم، با جاهای مختلف یوافتی مثل یو لایف و یو تی اس یو اینا در ارتباط باشم و کلان کمک بقیه کامیتی ها بکنم. وی پی فایننس داریم که کارهای فایننشالمون رو انجام میده، بانک اکانت ها دستشونه، مثلا کارهای این که حساب ها دستشه، میک شور کنه اکسپنس ها چقدر، ریونیو چقدر، ویر آن ترک، فاندینگ اپلای میکنه واسمون. ما امسال کلی فاندینگ اپلای کردیم واسه ایونت های مختلفمون و این کار وی پی فایننسه. وی پی پابلیک ریلیشنز کارش بیسیکلی تو سوشال میدیا هست، اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، اینا دست سوشال میدیامون هست. یاسم شکو کروز پابلیک ریلیشنز کارش سوشال میدیا دستش خلاصه. بعد وی پی تکنولوژی اند دیزاین کارش بیشتر توی وبسایت مینتین کردن وبسایتمون هست و دیزاین کردن پوستر، دیزاین کردن مثلا ویدیو اگر بخوایم ادیت بشه و کلان کارهای تکن دیزاین توری که اماد که اینجا هست توی تکن دیزاینه. وی پی ممبرشیپ کارش اینه که اعضای گروه جمع بکنه، مثلا کارهایی که مثلا ایونت هایی که واسه والنتیرها هست، مثلا ما امسال سوشال ایونتس پلنینگ کمیتی داشتیم، اون بیشتر ممبرشیپ اوورلوک میکنه واسه اینکه ممبر جمع کنیم واسه مثلا ووت دادن و ایناها، ممبرها فقط میتونن ووت بدن. اینا کارش با ممبرشیپ و محمد رضا که الان تو گروه همون اینجا هست وی پی ممبرشیپ امساله. وی پی ایونت آپریشنز هم کارش بیشتر اوورلوک کردن و ران کردن ایونت ها، سپیشال ایونت های بزرگمونه. در کنار اون امسال یه رول دیگه هم که اضافه شد کار اکسترنال لیزان هست، این که مثلا ریچ اوت میکنه با آدم های بیرون دانشگاه، کامیونیکیت میکنه. ما امسال تونستیم با خیلی از یونیورسیتی اسوسییشن های دیگه توی کانادا و آمریکا کامیونیکیت بکنیم، ارتباط برقرار کنیم، با خیلی هاشون ایونت زدیم.
all over Canada و آمریکا. So این بیشتر رول اون میشه. سکرتری هم بیشتر جابش این هست که میتینگ مینت تیک میکنه، میتینگ ها میکشور میکنه که مثلا زوم لینک میفرسته سر وقت انجام بشه، میتینگ کال میکنه و آلسو این که وقتی که این پرسن باشیم هم روم بوکینگ و اینا، چون وقتی این پرسن باشیم میتینگ ها این پرسنه و ایونت هامون هم این پرسنه، روم بوکینگ و اینا هم سکرتری انجام میده. بعد اینا ها از اصلی بورد آف دایرکتورز هستن که هر سال واسه شون الیکشن انجام میشه که بتونن جوین بکنن. بعدش همونطور که گفتم گروه اگزیکیوتیوز داریم که توی هر کدوم از این سردسته ها توی از 2 تا 6 وی پی فایننس، وی پی پابلیک ریلیشنز، تک اند دیزاین، ممبرشیپ و ایونتس اپریشنز چند تا پوزیشن اگزیکیوتیو هم هولد میکنه بر اساس کمکی که نیاز دارن. مثلا امسال فایننسمون یه اگزیکیوتیو پوزیشن هم داشت، پابلیک ریلیشنز 2 تا داشت، تک اند دیزاین 1 داشت، ممبرشیپ 1، ایونتس اپریشنز هم 2 تا. که اگزیکیوتیو ها صرفا واسه شون الیکشن نیست، بلکه اپوینتد هستن توسط اعضای خود تیم، اپوینتد میشن، یعنی جزی از الیکشن نیست. سو صرفا این الیکشنی که ما به زودی داریم برای بورد آف دایرکتورز. بورد آف دایرکتورز همونطور که توضیح دادم یافت افیلیتد باید باشن. 7 پوزیشن هست. از این 7 پوزیشن 2 تا سپات ریزروید برای اندرگرادویتس، 2 تا اسپات هم ریزروید برای گرادوئتس. این فعلا چیزیه که کانستیتوشنمون منشن کرده، یعنی این که حتما بعد 2 تا اسپات به اینا بره و 2 تا اسپات به اونا، اما ممکنه این یک کمی تغییر بکنه تا قبل از الیکشن و اگر این تغییر بکنه حالا حتما در جریانش خواهیم بود، اما فعلا کانستیتوشنمون این هست در حال حاضر. بقیه پوزیشن هم میتونه فیلین بشه توسط هر کسی، اندرگراد، گراد، فکولتی استاف، الومنای، از لانگ از اینکه یافتی افیلیتد باشن. این BOD positions هست یا هم board of directors. قبل اینکه برم تو چیز بعدی، executive position ها اما میتونن غیر یافتی affiliated هم appointed بشن، یعنی اگر یافتی affiliated نیستین اما خب دوست دارین همچنان involved باشین توی گروه ما، به عنوان executive میتونین appointed بشین حتما. این در مورد executive. ما یه چیزی داریم اسمش هست ممبرشیپ، که کسانی که UFT affiliated هستن میتونن ممبر یوتیران بشن و ممبر یوتیران کاری که میتونن بکنن که میتونن تو الیکشن ووت بدن به اعضای BOD و آسو اگه کانستیتوشن رو بخوایم تغییر بدیم حق ووت دادن دارن، اما این نیازمند این هست که ممبرشیپ فرممون رو پر بکنن. سو این QR کدش هست، من بهتون حتما پیشنهاد میکنم که، یا اینم لینکش هست الان، یه جا یادداشت کنین یا از QR کدش عکس بگیرین واسه خودتون داشته باشین که بعد از این ایونت اگر زمان کردین ممبرشیپمون رو پر کنین. فقط هم واسه یافتی affiliated individuals هست. سو این لینکش هست، اینم QR کدش. من چند ثانیه دیگه بایستم بعدش. خلاصه اینم از این. آره. بعد حالا راجع به تاریخایی که از الیکشن امسالمون پروبابلی خواهد بود، نامینیشن فرما، یعنی فرمی که ریلیز میشه که بخواین خودتون رو نامینیت کنین به عنوان یک کاندیدت که بخواین واسه بورد آف دایرکتورز ران بکنین، اواخر اپریل و بیگینینگ می ریلیز میشه. توی همه سوشال میدیا پلتفرمامون ریلیز میشه، اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام. بعد یه ددلاینی هم خواهد داشت، واسه همین حتما اونا رو میک شور کنین که بهش اتنشن میدین، یعنی میک شور کنین که به ددلاینش برسین. اینا همش خواهد بود وقتی پست بکنیم، اما تاریخ حدودیش آخر اپریل اوایل می پست میشه. خود الیکشن هم توی ویکند 22/23 می اتفاق خواهد افتاد. این هم واسهش ایونت خواهیم گذاشت و تو سوشال میدیا پلتفرمزمون و خواهیم دیدش، اما خب این یه تاریخ های حدودی واسه این که خب شما چون اینترست هستین جوین بشین از الان در جریان باشین. توی روز خود الیکشن که 22/23 می هست یه ایونت خواهیم داشت که همه کاندیدات ها میان سپیچشون رو میدن. 24 ساعت زمان ووت دادن خواهد بود و همونطور که منشن کردم فقط کسانی که ممبر هستن میتونن ووت بدن و نتایج اعلام میشه تو همون روز ایونت که چه کسانی بیشترین ووت رو آوردن و توی قسمتی از بورد آف دایرکتورز میتونن باشن واسه سال 2021-2022. و آره، this is it. همین بود کل پریزنتیشن.